آروین، به محض اینکه رسیدی خبر بده. 18 دی ماه 98، پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراینی در شرایطی در آسمان ایران مورد اصابت موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت که 176 انسان غیر نظامی، مسافر بیگناه یا خدمه پرواز کشته شدند. در اینکه تمام ارکان جمهوری اسلامی تو این جنایت آشکار دست داشتن، دیگه امروز کمتر جای شک و شبهه باقی مونده. هرچند هنوز هم مالکشای فرنگ نشین و وسط بازان داخل نشین همه و همه سعی کردن که این کشتار دست جمعی رو به عنوان حادثه، خطای انسانی و یا یک اتفاق معرفی کنن. اما هر روز که از این ماجرا میگذره، ابعاد جدیدی از نقش هر کدوم از این جنایتکاران برملا میشه. از رسانه‌های حکومتی و صدا و سیما که اصرار داشتن بگن نقص فنیه، تا بوخچی‌های نظام در خارج که اصرار داشتن بگن تقصیر شرکت بوینگه، از سلبریتی‌های خود شیرین کن تا مالکش اعظم که دنبال علاج بود، از سپاه پاسداران با معرکه گردانی سردار حاجی زاده که آدم جرئت نمی‌کنه دستش کبریت بی خطر بده، وای به حال موشک زمین به هوا، از شورای امنیت ملی و نهایتاً شخص علی خامنه‌ای، همه و همه توی این جنایت شریک جرمن. اما بعد از 2 سال جمهوری اسلامی هیچ اقدام جدی برای شفاف سازی این فاجعه تلخ نکرد و همه مسببین این جنایت راست راست دارن میچرخن. البته غیر از این اگر بود عجیب بود. چرا؟ چون یادمون نمیره قاضی مرتضوی که قصاب روزنامه ها بود و سال 88 هم فجایع زیادی تو کهریزک رقم زد، زهرا کاظمی رو کشت و خودش شخصا سابقه کشته شدن زندانیان کهریزک رو هم داره، ترفیع گرفت. اصلا راه دور چرا بریم؟ همین ابراهیم رئیسی 6 کلاسه قبلا عضو هیئت مرگ بوده، حکم اعدام هزاران نفر رو در دهه 60 امضا کرده ولی هیچ وقت بازخواست نشد که هیچ رئیس جمهور مملکته. واقعیت اینه، عدالتی در کار نیست و نخواهد بود تا زمانی که جمهوری اسلامی هست. چرا؟ چون نشون دادن که قاتلان نه تنها مجازات نمیشن، بلکه میرن در لیست رأی و پست و مقام میگیرن. جنایت پرواز 752 آرزوها و زندگی‌های خانواده‌های زیادی رو نابود کرد. ولی اگر نیمی از مسافران شهروند کانادایی نبودن، حتی همین اصابت موشک به هواپیما رو هم جمهوری اسلامی گردن نمی‌گرفت. شلیک موشک به هواپیمای مسافربری نشون داد شما اگر سیاسی هم نباشی، در ایران هم زندگی نکنی، کف خیابون معترض هم نباشی، باز هم از شر قاتلا در امان نیستی. آروین، به محض اینکه رسیدی خبر بده. این آخرین پیامکی بود که آرش مرتب برادر آروین براش فرستاده بود. آروین و همسرش 2 نفر از اون مسافرها بودن و این تنها یکی از صدها شاید هزاران پیامکی بود که در اون ساعتهای سیاه ارسال شد و بی جواب موند. یکی دیگه هم متعلق به امیر حسین سعیدی نیا بود که مادرش رو دعوت کردیم مهمان ویژه این قسمت تبلیغ باشه. با هم بشنویم چه بر او گذشت و چه خواسته. سلام مادر امیر حسین نازنین، خیلی خوش اومدین به برنامه. درود بر شما مسی عزیزم، خیلی ممنونم بابت دعوتتون، اینکه وقت گذاشتید و منو در برنامه‌تون دعوت کردید. اتفاقا الان که می‌خواستیم مصاحبه رو شما آماده بشیم برای مصاحبه، دیدم که دارید تلاش می‌کنید که عکس امیر حسین پسرتونم توی قاب باشه. چه حسی بهتون دست میده وقتی که می‌بینید یک حکومت 176 نفر رو تبدیل به قاب عکس کرد، کسایی که فقط داشتن میرفتن به سمت رویاهاشون توی هواپیما؟ خب این خیلی غم انگیزه، خیلی دردناکه اینکه شما ببینی از پسرت که همه وجودت بوده، همه کست بوده، فقط یه عکس مونده که اون عکس دوست داری همه جا به نمایش بذاری و همراهت باشه. این خیلی دردناکه برای همه مادرها و پدرهایی که مثل من عزیزشون رو از دست دادن. اتفاقا لیلای نازنین، مادرای آبان، مادرای 88، مادرای خاوران، مادران دیماه، مادران زیادی تو ایران هستن که همینو میگن که حس تلخیه وقتی میبینن بچهشون تبدیل به قاب عکس سرد شده تو بغلشون. میخوام ببینم اون موقع ها که مادران کشته شدگان در واقع اعتراضات سیاسی رو نگاه میکردین، هیچ وقت فکر نمیکردید بچه خودتون هم این اتفاق تلخ براش بیفته؟
هرگز مسیح جان، هرگز. حتی سر سوزنی فکر نمی کردم که یه همچین اتفاقی برای من بیفته. اون موقع که اتفاق آبان افتاد، خب یه چیز خیلی دردناک و غم‌انگیز بود. هم من هم همسرم توی این برنامه ها دوست داشتیم باشیم، ولی خب چون به روزای رفتن امیر حسین نزدیک می شدیم، همش فکر می کردیم که این بچه رهاش از اینجا بره، نجات پیدا کنه و ما با خیال راحت بتونیم کار رو انجام بدیم. ولی اینکه بخوام فکر کنم اون زمان یه همچین چیزی در انتظار من هست، خیر، اصلا اینطوری نبود. خصوصا که اومدن خونه شما و برای اعتراف اجباری. اون روز که برای اولین بار خونه ما اومدن، در واقع بهت میگم هجوم آوردن، من بیمارستان بستری بودم و توی خونه حضور نداشتم، ولی خب مادرم بود، همسرم بود، پدرم بود و بقیه اقوام و بستگان حضور داشتن. همسرم گفت من توی تراس رفتم و به پایین نگاه کردم، دیدم که دو طرف خیابون بسته شده و تا برگشتم بیام داخل خونه، دیدم اینا خودشون وارد شدن بدون اینکه دعوتی شنیده باشن از طرف ما، اومدن و نشستن و از همسرم هم خواستن که حرفاشون رو تایید کنه. یعنی در واقع همسرم بعدها به من گفت که هر چیزی که میگفتم بعد به من میگفتن شما اینو بگو. یه چیزی که خیلی باعث آزار من شد و این مسئله کنتاکتی شد بین من و همسرم، این بود که بی اجازه رفته بودن توی اتاق امیرحسین و از اتاق امیرحسین فیلم گرفته بودن، که اونم همسرم گفت من اصلا همچین اجازه‌ای بهشون ندادم و خودشون سر خود رفته بودن توی اتاق پسرم. مادر امیر حسین، من یادم هست که اون روزهای اول تلویزیون رو که باز میکردیم مدام میگفتن که در واقع هواپیما دچار سانحه شده، مشکل فنی داشته. چه حسی بهتون دست میداد؟ اون روز اول شما جزو کسانی بودین که اومدین توی خیابون و داد زدین و گفتین جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا رو صدا کردین و گفتین اینا دروغ میگن. چه حسی داشتین تلویزیون رو میدیدین و چی باعث شد بیاین تو خیابون؟ به خاطر اینکه اول از اینکه این هواپیما رو خودشون زده بودن، یعنی خودشون باعث کشته شدن 177 انسان بیگناه شده بودن، و بعد هیچ وقت عقل سلیم نمیپذیره که شما دست کمک به طرف کسی دراز بکنی که خودش قاتل اصلی هست. خودتون میخوام یه مقایسه بکنید، رفتار جمهوری اسلامی با شما چجوری بود؟ رفتار دولت کانادا با شما چجوری بود؟ بله، اگر بخوام قیاس کنم که اصلا این یه قیاس خیلی غلط میشه، چون میشه تفاوتی مثل شب و روز انقدر جدا از هم. اینکه دولت خودم دولتی بود که بچه های خودمون رو کشت، باعث نابودی بچه ها شد، هواپیما رو با شلیک 3 موشک از بین برد، و اینکه سوهان روح مردم و خانواده های دیگه شده بودند. ما که اومدیم کانادا دیدیم که اصلا اینطور نیست، خیلی با روی باز از ما استقبال کردند و حالا یک کم و کاستیایی هم بود، ولی خب سعی کردن به ما کمک بکنن. اصلا نمیتونم یه قیاسی برای این دوتا در نظر بگیرم. دوست داریم بهشون چی بگین؟ مقصر رو کی میدونین؟ بانیان اصلی، عاملان اصلی قتل فرزند خودتون و بقیه کشته شدگان هواپیمای اوکراینی رو کی میدونین؟ میخوام بهشون بگم که اون آقای جنایتکاری که دستور شلیک به هواپیمای مسافربری رو دادی، واقعا از انسانیت به دوره. شما روز اول گفتید که گردنتون از مو باریکتره، این رو در همه برنامه های تلویزیون پخش کردن. الان که 2 گذشته و اینقدر دولت ها نسبت به شما مسالمت آمیز رفتار کردن و خیلی سعی کردن با شما برخورد بهتری داشته باشن، شما اومدید و گردنتون رو کلوف کردید، میگید هواپیما چرا بر نگشت بشینه توی بان فرودگاه. خب این سوال از خودتون بکنید که شما 2 موشک، 1 موشک زدید دیدید هواپیما نیفتاد، و بعد دومی و سومی رو زدید که مطمئن بشید هواپیما منفجر شده و هیچ کس از اون سالم بیرون نمیاد. با خیال راحت این کاری کردید، حالا برمیگردید میگید که چرا هواپیما دور نزد و بر نگشت. شما از اول قصد و غرض و نیتتون این بود که این هواپیما رو از بین ببرید، قصدتون این بود که
با شلیک اول نیفتاد، با شلیک دوم و سوم یه کاری بکنید که هواپیما واژگون بشه، به زمین بیفته و تمام مسافران اون از بین برن. حالا برمیگردید به ما این حرف ها رو میزنید، واقعا که آدم نمیدونه چی بگه، به غیر از نفرت، به غیر از نفرینی که من به شماها میکنم بابت این سنگدلی و قساوتتون. خانم لطیفی، روزای اول که هواپیمای اوکراینی رو زدم، من خودم تو رسانه‌های کانادایی میرفتم و میگفتم این خطای انسانی نیست، این جنایت علیه بشریت و این یه قتل عمده. اون موقع خیلی از خبرنگارا تو کانادا، خیلی از فعالا، اصلاح طلبا توی خود کانادا بودن و میگفتن نه، این در واقع یک خطای انسانیه. پاسختون به اونا چه هست؟ کسانی که تو خود کانادا کنار شما زندگی میکنن. پاسخ من به این افراد اینه که شرم کنید، از روی من مادر خجالت بکشید، از صورت 177 پدر و مادری که داغدارشون کردید شرمنده بشید، خجالت بکشید. باز هم کورکورانه از اینا حمایت میکنید و جانبداری بیجا میکنید. شما که خودتون اینجا دارید زندگی میکنید، بچه های خودتون از بهترین امکانات رفاهی اینجا برخوردار هستن، چطور میتونید انقدر ناعادلانه از این جمهوری اسلامی حمایت بکنید و سنگش رو به سینه بزنید؟ من مدتی پیش یک عکسی رو دیدم که توی این دو سال اصلا این عکس رو من ندیده بودم و خیلی عکس دردناک و بدی بود که یه چیز خیلی خیلی ناراحت کننده که اصلا نمیتونم راجبش صحبتی بکنم و همسر من و خانواده من تا حالا این عکس اصلا به من نشون نداده بودم و من هیچ جای این عکس رو ندیده بودم. حالا این یه دفعه که دیدم خیلی تلخ بود. میخوام بگم که شمایی که میاید سینه چاک میکنید، عزاداری میکنید برای 1400 سال پیش که میگفتید امام حسین شهید شده، الان باید گریه کنید، الان باید مویه کنید. در شاهد شهر این کربلای واقعی اتفاق افتاد. نمیدونید که اون روز که این اتفاق خیلی فجیع افتاده بود، این جنایت بزرگ انجام شده بود، به جای اینکه به کمک بچه های ما برن، کیسه دستشون گرفته بودن و داشتن پولها و دلارها، طلاهای بچه های ما، لوازم با ارزش بچه های ما رو جمع می کردن. مادر عزیزم، همیشه برای من خداحافظی کردن با مادران دادخواه سخته، چون می دونم یک سینه حرف دارن. روی ماهتون رو می بوستم.